سلام و وقت شما بخیر. با سرویس خبری ساعت 6000 ورد با من فریده فانوس و همکارم لاله رحمانی خوش آمدید. اکنون هم سرخط مهمترین خبرها. هالووش از یک رویداد جدید انفجار و تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان خبر داد. ارتقا یافتن سطح حملات جبهه آزادی به طالبان از بزن و بگریز به عملیات. طالبان لابه‌گر تلویزیونیشان را به زندان انداختند. کشته شدن 4 طالب در حمله جبهه مقاومت بر فرماندهی امنیه طالبان در هرات. کانال 11 اسرائیل میگوید که تلاوی در حال آمادگی حمله بسیار مهم به ایران است. در گذشتن فتح الله گولن، رهبر مذهبی شناخته شده ترکیه در پنسیلوانیای آمریکا. و سامانه موشکی ضد بالستیک یا تاد در اسرائیل فعال شد. مشروع خبرها. خبرگزاری هالووش بار دیگر از انفجار ماین و تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان در کلگان سروان خبر داد. طبق گزارش، شماری از مهاجران از میان یک گروه 150 نفری بر اثر انفجار ماین و سپس تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته، زخمی و ناپدید شده اند. این خبرگزاری که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می دهد، به نقل از منابع محلی نوشت که این رویداد شامگاه پنجشنبه 26 میزان زمان رخ داد که یک گروه 150 نفری مهاجران افغان می‌خواستند از مرز ایران و افغانستان به گونه غیر مجاز عبور کنند. هالووش گفته است که در حال جستجوی اطلاعات دقیق‌تر درباره این رویداد هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. در یک هفته گذشته این دومین گزارش از تیراندازی به مهاجران افغان در مرز ایران و افغانستان است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که شام یک شنبه 29 میزان از چندین جهت به بخش نظامی میدان هوایی کابل حمله کردند. این جبهه در خبرنامه‌ای نوشت که این عملیات با پرتاب چندین موشک آغاز شد و تلفات شدید جانی و مالی به طالبان وارد کردند. این جبهه در مورد میزان تلفات آماری ارائه نکرده است. در خبرنامه آمده است که این حمله نخست با پرتاب چندین موشک بالای اهداف مشخص آغاز و پس از تحمیل تلفات و ایجاد سراسیمگی در صفوف دشمن، بخش پیاده گروه شهری جبهه آزادی وارد عمل شدند. جبهه آزادی افغانستان میگوید که این عملیات 10 دقیقه طول کشید و نیروهایش پس از انجام موفقانه عملیات منطقه را ترک کردند. بر اساس جزئیاتی که این جبهه منتشر کرده، گروه طالبان در 2 روز گذشته تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده بودند و مشغول تعمیر هواپیماهای فرسوده جنگی بودند. جبهه آزادی اما میگوید در عملیات حمله به میدان هوایی کابل، علاوه بر اینکه به طالبان تلفات شدید وارد کردند، برنامه تعمیر طیاره‌های جنگی را هم مختل کردند. منابع محلی به هزاره ورد می گویند که طالبان جاوید مومند، یک لابه‌گر تلویزیونیشان را که در 3 سال گذشته از این گروه دفاع می کرد به زندان انداخته اند. جاوید مومند در این اواخر در برابر عملکرد طالبان گهگاه لب به انتقاد می گشود. 5 روز پیش این استاد دانشگاه در یک پیام ویدیویی از آدرس های خود در شبکه های اجتماعی گفت که طالبان او را از گفتگوهای سیاسی در تلویزیون منع کرده اند. منابع نزدیک به آقای مومند می گویند که او را طالبان بازداشت کرده و از محل نگهداری او اطلاعی ندارند.
جبهه مقاومت ملی میگوید که نیروهای این جبهه عصر روز یکشنبه 29 میزان بر فرماندهی امنیه طالبان در هرات حمله کردند که در نتیجه آن 4 طالب کشته شدند. به گفته جبهه مقاومت این حمله حوالی ساعت 4 عصر دیروز بالای مدیریت عمومی پلان و اپراسیون فرمانده امنیه هرات انجام شد و در آن اسلحه و یک واسطه نظامی طالبان نیز تخریب گردید. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. قابل یادآوری است که در این اواخر حمله های مسلحانه و انفجاری بر طالبان افزایش چشمگیری داشته است. در ادامه درگیری ها در خاورمیانه، اسرائیل خود را برای حمله بسیار مهم به جمهوری اسلامی آماده می کند. کانال 11 اسرائیل یکشنبه شب 3 اکتبر گزارش داده که اسرائیل در حال تدارک این حمله بزرگ است. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیل اعلام کرده است که این حمله راهبردی و بسیار با اهمیت است. این مقام به کانال 11 افزوده است که تلاوی از قبل درک کرده بود که احتمالاً پس از این حمله تهران واکنش خواهد داشت. او خاطر نشان کرده که اسرائیل برای واکنش‌های بعدی آمادگی کامل دارد. پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که از زمان و چگونگی حمله اسرائیل بر ایران آگاهی دارد. فتح الله گولن رهبر مذهبی اهل ترکیه مقیم آمریکا که به رهبری کودتای ناموفق سال 2016 در ترکیه متهم شده بود در 43 سالگی در پنسیلوانیا درگذشت. آقای گولن تا آخرین لحظات زندگی خود هر گونه دخالت در این کودتا را انکار کرد. وبسایت هرکول که بیانیه های فتح الله گولن را منتشر می کند در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این رهبر مذهبی شامگاه یک شنبه 29 میزان در شفاخانه ای که تحت درمان بود درگذشته است. فتح الله گولن که زمانی از متحدان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بود، پس از بروز اختلافات میان این دو رهبر سیاسی از سوی اردوغان به رهبری کودتای ناموفق 2016 متهم شد. کودتایی که در آن حدود 250 نفر کشته شدند. گولن که از سال 1999 در تبعیدی خودخواسته در ایالات متحده زندگی میکرد، همواره هر گونه دخالت در این کودتا را انکار کرده است. او در سال 1941 در آرزوروم ترکیه متولد شد و در دهه 1960 با تأسیس خوابگاه‌های دانشجویی در ازمیر مشهور شد. جنبش او، جنبش گولن، بعدها در حوزه‌های آموزش، تجارت و رسانه توسعه یافت و به کشورهای مختلف و جمله آسیای مرکزی و بالکان گسترش پیدا کرد. پیروانش بر این باور بودند که جنبش گولن به ترویج اسلام میانه رو، آموزش مدرن و گفتگوی بین ادیان می‌پرداخت. اما پس از کودتای ناکام این جنبش در ترکیه سرکوب و نفوذ جهانی آن کاهش یافت. رسانه‌های خارجی از استقرار و فعال شدن سیستم دفاع موشکی یا تات، پیشرفته‌ترین دفاع هوایی آمریکا در خاک اسرائیل خبر داده‌اند. روزنامه تایمز آف اسرائیل روز دوشنبه 21 اکتبر گزارش داده که این سیستم دفاع موشکی برای مقابله با حملات احتمالی ایران بر اسرائیل فعال شده است. بر اساس گزارش، همراه این سامان دفاع موشکی دست کم 100 نیروی آمریکایی نیز به اسرائیل اعزام شده است تا براه اندازی آن کمک کنند. تات از پیشرفته ترین سامانه های ضد موشک های بالستیک است که برای رهگیری تهدیدهای دوربرد، میان برد و کوتاه برد طراحی شده است. از سوی هم شماری از کارشناسان امور امنیتی در خاورمیانه به این باور هستند که استقرار این سامانه در خاک اسرائیل تنش‌ها را در منطقه بیشتر می‌کند.